قانونی شدن فروش ماریجوانا در کانادا در میان کاربران ایرانی واکنش زیادی داشت. بهروز صمدبیگی با ماست تا مروری داشته باشد بر این واکنش ها. بهروز، افشار، خیلی بلافاصله این خبر رو با کشته و مصدوم شده های مصرف مشروب الکلی غیر مجاز در ایران مقایسه کردن. مثلا علی میگه امروز مصرف ماریجوانا در کانادا قانونی شد. تعداد مصدومان الکلی ماه گذشته بندرعباس فقط 268 نفر که 22 نفرشون فوت کردن. علی هجوانی نوشته هر چیز قاچاقی مافیا درست میکنه، پولشویی داره، جنایت رو افزایش میده و عموم مردم از این مبادلات سودی نمیبرن چون قاچاقچی مالیات نمیده. مشکل بعدی هم نظارت بر سلامت محصوله. مصرف وید سالم از ویدی که معلوم نیست کی درست کرده امتره. پدرام الوندی هم معتقد رسمی کردن همه بازارهای غیررسمی رویکرد مبنایی آزادسازی فروش ماریجوانا در کاناداست. هر تلاشی برای مسدودسازی بازار داره تقاضا نتیجه جز بازار غیررسمی و تجارت سیاه نداره. این یکی کاربر اما خبر رو گذاشته کنار ممنوعیت دوباره حضور زنان ایرانی در ورزشگاه و به تنه توییت کرده جاستین ترودو هم ماریجوانا رو آزاد کرد ولی تو نتونستی ما رو ببری ورزشگاه. ممنون از تو بهروز صمدبیگی که با ما بودی.